اطلاع داشته باشیم. فکر می‌کنم این تصویر، خب همین تصویر رو همین تصویر رو توضیح میدم خدمت شما عرض بکنم که ببینید یک طرف دنیا از گرسنگی دارن میمیرن، طرف دیگه دنیا زراندوزانی دارن طلا ذخیره میکنن برای خودشون، قیمت طلا رو بالا پایین میکنن. جالب اینجاست که بیشترین طلای دنیا از همین افریقا داره به دست میاد. آفریقا معادن طلا. بله آفریقا، یعنی اونجا طلای خام به دست میاد. اینا چیکار میکنن؟ اینا درگیر جنگن. کی اینا رو به جون هم میندازه؟ دو تا شبکه ماهواره میسازن، میندازن درگیر جنگ. کوچه های گسترده جمعیتی رو که شما میبینید، انسان هایی که فرار میکنن به خاطر زنده موندن. خب اینا انسانن، اینا آدم نیستن. جنازه هایی که فرصت تجزیه شدن پیدا، فرصت دفن کردن پیدا نکردن. خب به تصویر ببینید، یا اگرم بخوان دفن بشن چطور؟ به صورت دست جمعی. دنیا صاحب نداره، این یه حقیقته. تصویر بعدی نگاه کنید، جنازه ها اون طرف. عجب. بله این طرف کودک. بله کودکانی که اصلا بی‌حسی مفرد دارن. یه دقیقه نگاه دارید تصویرم، خب توضیح بدم. و اینها وقتی هم میخوان عزاداری بکنن برای این تصاویر، نگاه بکنید، عزاداریشون هم عزاداری یزیدیه. میدونی یعنی چی؟ یزید خودش کشت، خودش هم اومد مجلس عزا برگزار کنه. از اون طرف یه آقای بیل گیتس نامی رو امسال هم میفرستن، میان 25 میلیون دلار خرج خدمت شما عرض بکنم مثلا از بین بردن مالاریا میکنن. این اینه که میلیارد میلیارد دارن میدوزن، ازشون میگیرن میبرن. بعد جالبه به اینها میگن شما نباید جمعیتتون رو زیاد بکنید، کم بکنید. حالا انقدر این حرف احمقانه است، انقدر این حرف احمقانه است که آقا جمعیت نسبت به چه مساحتی؟ این مهمه. حالا این اینه که ما بگیم آقا جمعیت چین از ایران بیشتره. خب بابا مساحتش هم بیشتره. تو چقدر مساحت جمعیت رو کم بکنید که سهم شما رو ما بخوریم. بارک الله. حالا نگاه بکنید اینجا دارم نسل کشی که داره صورت میگیره. اگر خداوند متعال به عنوان جاهلیت نام میگذاره اون دوره که اینا آدم میکشن، اینا هم این جاهلیت بدتره. این جاهلیت مدرنه، چون ابزار داره، چون رسانه داره، چون علم به پشتیبانیش اومده، خیلی بدتر میتونه این کار رو انجام بده. خب حالا مثلا شما یه کاری بکنید، جمعیت هلند رو بشینید حساب بکنید، تقسیم بکنید به زمین قابل کشت، جمعیت کنگو رو هم تقسیم کنید به زمین قابل کشت، میبینید جمعیت هلند ده ها برابر کنگوه. کنگویی که طلا داره میفرست. اما هر بیشترین کشته رو ما در کنگو داشتیم 3 میلیون نفر تو جنگ ها. تصویر بعدی برید. بله تصاویر بعدی رو اگر با هم دیگه ببینیم ان شاء الله آقای رایفور توضیح خواهند داد بر اون تصاویر. بله ببینید این کشوریه که این کودکانی خیلی از اینا مسلمانن ها، این از همون روسریون حجابی که این تصویر نگه دارید. ببینید این عکس ها میره در دنیا میشه عکس های برتر جهانی. اروپایی میاد توی آفریقا عکس میگیره برای فانش، برای تفریح خودش. خب میره عکسش میشه بعد. اینجا کودکو ببینید که با چی داره بازی میکنه؟ با سر اسکلت. خب با سر انسان. این سیمیلاتور مرگو داره بازی میکنه. اون طرف تو اروپا میشینه لذتشو میبره. ما نمیگیم اون اروپایی نداشته باشه، نه، میگیم همه میتونن داشته باشن. اون فلان کفشو داشته باشه، این پوشش پاش این باشه. آیا دنیای علی ابن ابی طالب دیگه نمیخواد؟ ادامه بدن دوستان، تصویر رد بکنید. این طرف دنیا برگردی داره. خواهشان این تصاویر هم تو که من عرض میکنم بعدی. بله یه مقدار سرعت. آره یه خورده سرعتش با من هماهنگ نیست اشاره. ممنونتون میشم. ببینید یک طرف اون طرف دنیا انقدر میخوره که غذا رو به بازیچه گرفته بچه. ما نمیگیم این نخوره ها. خب یک طرف دیگه دنیا از گرسنگی بچه داره میمیره. برید تصویر بعدی. این چرا کشته شده به ایه زنبن قتلت؟ چون تو کشورش نفت هست. عراق. برید بعدی. این بچه چرا دستش قطع شده؟ چون بمباران صورت میگیره. چون جنگا رو کی داره راه میندازه؟ امثال این داعش و اینا کی دارن به وجود میارن؟ خود همینا. برید تصویر بعدی نگاه بکنید. آدمهایی که یه طرف دنیا غذا نمیخورن لاغر بمونن، جالبه ها، رژیم میگیرن، یه طرف دنیا از نداشتن لاغر میمونن. خب این تصویر نگه دارید، من کار دارم. ببینید دور این فرد، اون انسان زنده سا، یه حیات گیاهی مانند داره. دور تا دورش علف سبز. خاک سرخ یعنی چی؟ یعنی خاک حاصل خیز. خب و میبینیم چه؟ اما اینا نمیکارن. چرا نمیکارن؟ چون درگیر جنگن، چون فقر فرهنگ. چرا؟ کی اینا رو درگیر جنگ میکنه؟ دو تا قبیله است 100 سال سر نمیدونم یه تیکه زمین دارن میجنگن. به هر دو تا امریکا داره اسلحه میده، به هر دو تا اسرائیل داره اسلحه میده، پول میده تفرقه بیانداز چی؟ حکومت کن. اینا انسانن. تصویر بعدی این عکسو کار دارم. این عکس شد عکس اول جهان، خیلی معروف شد. بله معروف شد این عکس که یه غربی بلند میشه میاد عکس میگیره که لحظه که یک لاشخور یک کرکس داره
مترصد اینه که این بچه بمیره و کار تموم بشه به سراغش. خب عکاس هم داره کار خودشون میکنه. عکاس هم داره کار خودشون میکنه. ببین تفریحشون، یعنی الان شما دیگه وقتی پیر میشن، پیرزناشون شروع میکنن رفتن یه سری انجمنهای خیریه و نمیدونم بشر دوستانه را میندازن، مضحکه. خب میان اونجا چیکار بکنن که آقا اینجا بشر تحت فشاره، آی تو آفریقا امروز نمیدونم اینطور شدن، بیا درست بکنید. از بیخ و بنیان باید ماجرا رو درست کرد. منابع اینها که داره به دزدی به غارت میره، جنگهایی که داره، همین منطقه خودمون یه نگاهی بکنید، خاورمیانه کی اینطور به آتش کشید، کی این گروه ها رو به دست ساخت؟ آیا پول سعودی ها و اسلحه امریکایی ها و طرحهای اسرائیلی نبود؟ خب برای چی؟ حالا جالبه شما این سیستم مستکبرین میرن میشن توی جبهه در مقابل مستضعفین. نگاه کنید، صهیون، صلیبی، سلفی یه مثلث درست میکنن در مقابل مستضعفین دنیا. برای اینا جنگ صدام با ما جنگ شیعه سنی نبود، از همه بیشتر سنی کش صدام. چه جنایت هایی در حلب چه به بار آورد. امروز هم جنگ عربستان با مردم مظلوم یمن جنگ شیعه سنی نیست، همون صدامه داره همون کارو میکنه. چرا کسی باش برخورد میکنه؟ شورای امنیت کجاست؟ شورای امنیت یعنی 5 نفر، ما هر کی هر چی حرفی بزنه ما 5 نفر میتونیم بگیم نه. دنیا مدیر داره. حالا به نظر شما دنیا تشنه ی علی ابن ابی طالب دیگه نیست که نگران خلخال پای پیرزن یهودیه که اگر خورشیدو بذارن دست راستش، ماهو بذارن دست چپش، یه پر ارزن از دهن مورچه‌ای به زور نمیگیره، که بیت المال رو بین تمام صحابه و اون پایین ترین فرد عادی عامی جامعه برابر تقسیم میکنه؟ آیا دنیا تشنه عدالت علی نیست؟ فلذا ما میگیم، میبینیم که میفرمیم فرزند علی در راه است. یعنی این بنبست ایدئولوژیک و بنبست مدیریتی در دنیا شکل گرفته. این یه واقعیت. کدوم مدیریت؟ من برخی از عکس ها بود خدا رو گواه میگیرم نتونستم کپی کنم که پخش بکنن. گفتم کام مردم تلخ میشه. ببینید اینا چیا بوده که من نتونستم جدا کنم. تصویری هم منتشر شد در ایامی که گذشت، یکی از این شبکه، حالا من اسم نیارم، که مسئله طبیعی رو میخواد نشون بده، فیلم برداران اون شبکه در حال فیلم گرفتن از ماری هستن که داره کودکی رو میبلعه. بله، یعنی این استفاده از در آفریقا یک همچین استفاده ای میشه. و بعد از پشت سر یک شخصی عکس گرفته بود، همزمان اینها دارن فیلم میگیرن از کودکی که داره توسط حیوان خورده میشه، که اینها بیان استفاده تبلیغاتیشون رو میکنن. مردم هم گاهی از عوام بگن چقدر خوب بفهمن اساسا تصاویر رو دارن برای ما پخش میکنن، انسان نمیدونن. من چهار تا از عکس ها مونده، اگر میشون چهار تا دیگه هم پخش کنم. یه نکاتی دارم، یعنی بله استاد فرمان تصاویر بعدی رو هم اگر نشون بده برای بینندگان عزیز. بله اینا رد بکنید این تصویر رو. این تصویر بعدی اون طرف دنیا یک نفر گرسنه است، اون طرف دنیا برای سگاشون میان عروسی میگیرن. ببینید تو دنیا پول کم نیست، تو دنیا منابع کم نیست، تو دنیا غذا کم نیستش. نه خیر، یک نفر، حالا این تصویر قبلی رو یه لحظه نگرده، یک نفر روی کودک میایسته برای اینکه خدمت شما عرض بکنم اون توریستی که داره رد میشه دلش بسوزه و بیاد چیکار بکنه، یه پاپاسی بندازه جلوی. خب بعد اینا کشورهایی هستند که سالها مستعمره بودن، یک روز مستعمره اقتصادی که کماکان ادامه داره و امروز مستعمره فکری. امروز خیلی از این کشورها همین خدمت شما عرض بکنم تحت سلطه فکری استعمارن. دجال، این سیستم صهیونیستی با این مرکبش، من اعتقاد دارم همین رسانه، بر دنیا سیطره انداخته، مسحور کرده مردم دنیا رو. از گرسنگی دارن میمیرن، فیلمای هالیوودی نگاه میکنن. خب یه شهر فرنگی به قولی از قدیم میگفتن دیگه، شهر فرنگ یعنی بیا نگاه کن ببین شهر فرنگ چه شکلیه. در بحث مهاجرت هم ما اینو میبینیم، طرف حاضره، 90% احتمال مرگ وجود داره وقتی که کشتی اون شرایط داره میره، ولی حاضره بره اونجا چون از رسانه این رو دیده. بله، که بره به یه کشور اروپایی. اصلا جالب، اخیرا این کشتیایی که در دریای مدیترانه و غیره که مورد در واقع غرق میشد، یه سری رسانه‌های خود غربی ها نوشتن که اینا آمدان کشور اروپایی دارن میزنن که اینا دیگه نیان. بگم بمیرید، میمیرید، یعنی کشتیتون غرق میشه، در واقع مرگتون حتمیه. خب پس دنیا صاحب نداره، یا بشر با عقل خودش میفهمه. ببین شما میره ماشینتون رو بیمه میکنید،
دو حالت. یه بار تصادف میکنید خدای نکرده به یه خرج زیادی میفتی ماشین رو بیمه میکنی، یک بار نه عاقلید 10 سال هم از ماشین رو بیمه کردی، هیچ خطی هم الحمدلله رو ماشینت نیفتاده، به قولی میگن 10 سال هم بیمه تخفیف داره. خب کسی نمیگه شما عاقل نیستی، چرا پول بی خود دادی بداره بیمه؟ میگن نه خیلی عاقل، اگه یه روز بدون بیمه بری باز ریسک اون یه روز. احسن. خب الان بحثم سر همینه، یک عده با عقل میرسن که نمیتونیم، یک عده باید حتما بلا سرشون بیاد تا بفهمن ندارن. فلذا ما هرچه در آخر زمان پیش بریم اوضاع جهان بدتر خواهد شد، حتی به لحاظ عوامل طبیعی. خشکسالی ها بیشتر میشه، زلزله ها بیشتر میشه، سیل ها بیشتر میشه، آتش فشان ها بیشتر میشه، طوفان ها بیشتر میشه، اینا دیگه چیه؟ همه چی میریزه به هم هر چی پیش بریم. شما الان من از عزیزان درخواست میکنم پژوهش ساده انجام بدن، خب این شبکه تو 5 قاره دارن میبینن، من از عزیزانی که برنامه ما رو دارن نگاه میکنن تحصیل کرده هستن، کار با اینترنت کاملا وارد و بلدن، بزنید آقا آمارهای زلزله دنیا، ببینید شیب سعودی وقوع زلزله در دنیا چطور داره پیش میره، اصلا عجیب غریبه. آقا امام صادق است اشتباه نکنم، ایشون میفرمان که بارون هیچ سال کم نمیشه اما آب کم میشه. چرا؟ چون این ابرها نابجا میبارن، ابر میره تو وسط دریا میباره به درد میخوره. در زمان حضرت سلیمان چی شد؟ این ابر سر جای خودش میباره. خدا حکومت حضرت سلیمان رو داد در یک اشل کوچکتر تا حکومت مهدی عجل الله باورپذیر باشه. ببینید این مطلبی که دارم عرض میکنم اصلا بحثی از اهل سنت و صدامت یا از شیعه، این بحث جهانی دارم مطرح میکنم، مسیحی گفتم یهودی گفتم، نه خیر، یه کلیت. این صهیونیست ها اینا نه مسلمان هن، نه یهودی هن، نه مسیحی هن، نه شیعه هن، نه سنی هن. اینا بت نفس خودشون رو میپرستن، یعنی هیچ شکی وجود نداره. خب آمارهای دنیا داره میگه، این دیگه آمارهای خودشونه، تازه کلی هم مخفی میکنن که دیده نشه و رسانش نمیکنن، باید گشت رفت پیدا کرد. خب یک اتفاقی میفته، اضطرار دنیا رو میگیره. یک نظرسنجی مؤسسه پایو انجام داد یا پیو انجام داد در مورد اعتقاد به ظهور مسیح و مهدی علیهم السلام در دنیا. من خاطرم نیست تو یکی از این برنامه‌ها گفتم، نمیخوام آمارا رو تکرار کنم. جالب، ما وقتی بررسی میکردیم دیدیم هر چه در جامعه اضطرار بیشتر بوده اعتقاد به ظهور بیشتر شده. خب این یعنی چی؟ اما عده‌ای هستن عاقلن، لازم نیست تصادف بکنن، خودشون زودتر میرن بیمه میکنن ماشینشون. آیا علم غیب دارن؟ به نفر بگید چرا به ماشین تو بیمه کرد؟ آقا من خبر دارم، 6 ماه و 23 روز و چه میدونم 8 دقیقه و 10 ثانیه دیگه من جاده چالوس سر فلان پیچ میخوام تصادف کنم، 10-12 میلیون ماشینم به خرج میفته. علم غیب داره؟ نه. یؤمنون بالغیب پس چیه؟ عاقله. بله، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، یعنی همین.